در جمعه بازار رژیم ولایت فقیه در تهران، آخوند پناهیان، معاون سرکرده قرارگاه چماقداران لباس شخصی خامنه‌ای موسوم به عمار، هراس حکومت آخوندی از فوران خشم مردم با استفاده از شقه و شکاف رژیم در جنگ و جدال‌های انتخاباتی را برملا کرد. انتخابات یکی از موقعیت‌هایی است که بعضیا می‌خوان سوء استفاده بکنن ازش و جامعه رو دو قطبی بکنن. الان ما در حد نماینده مجلس داریم دنبال تونسازیون کردن ایرانم. من نمیدونم شورای نگهبان یا قوه قضاییه با کسانی که اینجور دعوت به آشوب میکنن واقعا قانونا نباید برخورد بکنن. شورای نگهبان وقتی نتونه وسط انتخابات مثل یک داور کارت قرمز نشون بده به نامزدهای انتخاباتی، یک امام جمعه محترمی در یکی از استانها فرموده بودن مردم اگر پول پخش کردن برای انتخابات، پول رو بگیرید شام رو بخورید ولی کارت رو بگیرید ولی علیه اون کاندیدا رأی بدید. معلوم میشه این اتفاق ها میفته. اونجا بلا فاصله داور باید وسط زمین کارت قرمز نشون بده. آخوند پناهیان درباره حرف‌های آخوند روحانی در مورد خطر دو قطبی و شقه رژیم در نمایش انتخابات گفت: ولی برای من خیلی عجیب بود از ایشون که در یک سخنرانی میتونن هم یک دو قطبی برای انتخابات آینده بسازن، هم علیه دو قطبی صحبت بکنن، هم دو قطبی در موضوع زن ایجاد کنن و گرا بدن به تبلیغات چی ها که رو این دو قطبی کار کنید برای انتخابات آینده، در حالی که واقعا دو قطبی آنچنان بر موضوع زن وجود نداره. ولی بعد در این حال در همون صحبت هم علیه دو قطبی صحبت میکنن. این یه مقدار عجیبه و از اینجور اتفاقها در سخنان ایشون زیاد اتفاق افتاده. در دعوای دو قطبی نمیشه شفاف مسائل رو بررسی کرد. بعضی ها که طرفدار مثلا شفافیت هستن تا میبینن کسی که متهم است به یک قطب دیگه از شفافیت دفاع کرده، یه دفعه شروع میکنن علیه شفافیت حرف زدن.